به نام خدا. سلام، محمد رضا ابراهیمی هستم از سایت learnfiles.com با آموزش ساخت اتوکامپلت حرفه‌ای توسط جی‌کوئری و PHP در خدمت شما عزیزان و کاربران محترم سایت هستم. شاید خیلی از شما عزیزان در اولین قدم با شنیدن اسم اتوکامپلت یک کم تعجب کنید و بگید این چه آموزشیه که برای ما تدارک دیده و بگید اصلا اتوکامپلت چی هست که ما می‌خوایم باهاش کار کنیم. مطمئنن همه شما عزیزانی که این فیلم آموزشی رو نگاه میکنید برای یک بار هم که شده از اتوکامپلت توی کاراتون استفاده کردید. اگه بخوام براتون یک مثال خیلی کاربردی و عملی بزنم، میتونم سایت گوگل رو بهتون معرفی کنم. ولی قبل از اینکه سراغ این مثال بریم، بگم اصلا اتوکامپلت به چه معنیه و کارش چیه. اتوکامپلت در لغت به معنی خود تکمیلیه، یعنی اتو یعنی اتوماتیک و خودکار و کامپلت به معنی تکمیل کردن و کامل کردن. حالا اتوکامپلت تو گوگل کدوم بخشش به کار میره؟ شما نگاه کنید زمانی که توی سایت گوگل تو قسمت سرچش تو کادر سرچ میاید و کلمه رو سرچ میکنید، مثل حالا مثلا لرن فایل، خب شما لرن فایل رو که نوشتید برای شما لیستی از سایت ها رو آورده، مثل چی؟ لرن فایلز، لرن فایل، لرن فایلز و سایت لرن فایلز، درسته؟ شما سایت لرن فایلز رو یا خود لرن فایلز رو وارد نکنید، شما فقط لرن فا رو وارد کنید، درسته؟ الان لرن فا هم وارد کنم دوستان میاره. ولی چطور شدش که گوگل برای شما چند تا اسم رو پیشنهاد داده که همشون با لرن فا شروع میشن؟ یعنی مثلا بیایم ببینید مثلا دانلود یا دانل، مثلا برای شما چی میاره؟ میگه دانلود آهنگ جدید، دانلود از یوتیوب، دانلود و دانلود فیلد شرکت. درسته شما دانلود اصلا نمیشه، شما میشین دانل. ولی خود گوگل این سرچ رو میکنه و تمامی کلماتی که تو دیتابیسش ذخیره شدن و میشه گفت حالا اولشون دی ای دی الف نون و ل رو بر شما پیدا میکنه، خب. و حالا بماند که اون مثلا 4 5 تایی که همیشه تو بیشترین بازدید هستن براتون میاره، ولی کلا به این خاصیت میگن خاصیت اتوکامپلت بودن و خاصیت خود تکمیلی بودن خود گوگل. خب عرضم به حضور شما که این یه نمونش بود توی سایت گوگل. شما توی همین ویندوز خودت، حالا من ویندوز 10 رو سیستمم نصبه، ولی کسایی که ویندوز 7 یا ویندوز 8 هم دارن یا ویندوز 8 توی یکم دارن میتونن از این خاصیت استفاده کنن. من کافی دونم میسم مثلا نام یک نرم افزار رو سرچ کنم، واقعا من نوشتم F و A رو نوشتم، برای من واقعا چی آورد؟ فاستسون آورد، یا مثلا فیسبوک آورد، درسته؟ یا فست فلیک روسان آورده، یا فکس ان اسکن رو آورده. خودش تشخیص داده که حرف اول وقتی اف او ایه چه چیزی از اف او ای اولش داریم. به این ترتیب این خاصیت اتوکامپلته. چه مزیتی داره اتوکامپلت؟ این مزیتش اینه که ما میتونیم اولا بیایم لیستی از تمامی حالا میشه گفت اسامی یا نرم افزارا و چیزهای دیگه که با اون کلماتی که ما میخوایم شروع میشه رو ببینیم، مثلا لیست کشورها، ما میخوایم این از کشور از مثلا حرف بی چه کشورهایی مثلا داریم، درسته؟ ما وقتی کلمه بی رو که مینویسیم برای ما لیستی از کشورهایی که با بی شروع میشه رو میاره. یا این یکی میشه فایدهشه. فاید دومش چیه؟ مزیت دومش اینه که دیگه ما به صفحه 404 یا not found برخورد نمی کنیم. چرا؟ چون عملا داریم لیست تمامی آبجکت ها و اشیاهای موجود رو میبینیم و از بین اونا انتخاب میکنیم. و اگر هم چیزی رو که سرچ کردیم توی میشه گفت ارزم بوده شما که گوگل نباشه، برای ما نمایش نمیده و میگه اون چیزی که شما میخواین یافت نشده، درسته؟ به این ترتیب دیگه نمیم چیزی رو سرچ کنیم که اصلا نباشه رو. خب این از میشه گفت توضیحاتی که در مورد اتوکامپلت به شما عزیزان میدادم. خب حالا میریم داخل درایو سی، پوشه وامپ و پوشه WW. چرا؟ چون ما میخوام از PHP استفاده کنیم و PHP یک زبان سمت سرور و داینامیکه. من یک فولدر درست میکنم به نام اوتو کامپلیت، درسته؟ حالا به این ترتیب و توی این میشه گفت اوتو کامپلیت من نیاز به دوتا پوشه دارم، یه پوشه استایل که قرار فایل CSS مون رو توش بریزیم و یه پوشه جاوا اسکریپت. نگاه کنید پوشه جاوا اسکریپت من اینجا دارم. این پوشه جاوا اسکریپت، درسته، شامل دو تا فایله، یه فایل jQuery و یه فایل script.js. script.js رو یه فایل در مورد اتوکامپلت، خب
یک سری توابع اتو کامپلت توش نوشته شده و این فایل jQuery.min.js هم که همون فایل jQuery که عزیزانی که آموزش بنده رو اگه دنبال کرده باشن این فایل رو jQuery رو به خوبی میشناسن. عرضم بزرگ شما که بنده این فیلم میشه که فایل آموزشی رو کنار این فیلم آموزشی براتون قرار میدم. ما یک بار میایم و این script.js رو من براتون اجرا میگیرم تا ببینید که محتویات داخلش چه فایلی هستن. آخه یک فانکشنه به نام autocomplete ها که فانکشن اصلی و کلی برنامه ما هم هستش، درسته؟ نگاه کنید چی میگه این فانکشن. یه متغیر به نام مین لنت معرفی کرده که مساوی صفره و گفته که یه متغیر به نام کیورد انتخاب کرده که میاد یه مقداری رو، مقدار حالا آیدی کانتری دات ول رو دریافت میکنه، یعنی مقدار یک فیلد رو دریافت میکنه و داخل کیورد میریزه. بعد میاد شرط میزه، میگه اگه کیورد ما طولش، یعنی چیزی که ما وارد کردیم طولش بزرگتر از صفر بود، خب چیکار کن؟ مین لنت همون صفر است دیگه. اگه بزرگتر از صفر بود بیا با ایجکس یک سری اطلاعات رو ارسال کن. URL یعنی به چه صفحه ارسال کنه؟ به صفحه autocomplete.php. با چه نوع؟ حالا مثلا متدی، با متد پست. و چه دیتایی رو، همون کیورد رو ارسال کنه به این صفحه. و اگه با موفقیت انجام شد چیکار کنه؟ بیاد مثلا توی قسمت کانتری، توی آیدی کانتری نمایش بده و چه چیزی رو، اون داده‌ای که از سمت صفحه autocomplete.php رو برش میگردونیم رو، درسته؟ در غیر این صورت، یعنی چی؟ اگه عرضم بوده شما که چیزی وارد نکرد داخل این کادر، درسته؟ گفتش شارپ کانتری هاید باشه، مخفی باشه، نمایش داده نشه به این ترتیب. پس این script.js یک سری کلید و یه سری میشه گفت راهنمایی به ما کرده که گفته مثلا شما باید یه دونه صفحه به نام autocomplete.php داشته باشید. اولا عرضم شما یک آیدی به نام کانتری داشته باشید که محلی باشه برای نمایش پیغام. و عرضم بوده شما که عوض میخوام چیز دیگه فکر نکنم بخواد دیگه، نه چیز دیگه رو فعلا نیاز نداریم. که اینجا حالا یه دونه کانتری لیست هم داره که باید یه آیدی به نام کانتری لیست هم داشته باشید. خب من اینو میبندم. حالا میام این پوشه رو من عرضم بوده شما که از اینجا کات میکنم، میبرم تو همون درایو سی خودم و پوشه ومپ خودم و تو پوشه دبلیو دبلیو خودم اینجا کنار این قرارش میدم. یه فایل استایل دارم، یه فایل جی اس. فایل جی اس هم گفتم دیگه یه جی کوئری و یه اسکریپت. اسکریپت هم کارش چی بود؟ اگه ما داخل کادری که باید اطلاعات رو وارد کنیم، چیزی رو وارد کنیم، اون اطلاعات رو میفرسته به صفحه autocomplete.php. خب من یک صفحه نیاز دارم تحت عنوان من پوشه ساختم، یک فایل نیاز دارم تحت عنوان index.html. میتونستم php هم بذارم ولی من چون داخلش کد php نمی‌نویسیم پس زیاد نیازی هم نیست. یه فایل دیگه هم نیاز دارم به نام چی؟ autocomplete.php، درسته؟ که صفحه‌ای که ما قرار داده ها رو با ایجکس به سمتش بفرستیم. حالا من ای آخرش اضافه گذاشتم اگه اشتباه نکنم، به این ترتیب این ای رو آخرش برمیدارم. پس یه فایل autocomplete.php داشتیم، یه فایل index.html، یه فولدر استایل و یه فولدر js. تو فولدر استایل خودم میام یه فایل درست میکنم به نام styles.js به این ترتیب .css از میخوام لازم حواسم نبود js گفتم. تو صفحه index.html میایم و کد نویسی رو شروع میکنیم. یه سری کدا که پایه خود html که دیگه گفتن هم نداره و خودتون هم بتون ماشاءالله استادی داخل این بحث. به این ترتیب و اینجا یه تگ بادی میذارم. دیگه توضیح هم نمیدم کارشون چیه دیگه. چرا؟ چون اینها الفبای برنامه‌نویسیه. برنامه‌نویسی وب الفباش همین html و css و جاوا اسکریپته. خب یه تایتل میذارم. تایتل فقط بگم برای اینه که عنوان سایت رو یا پیج رو مشخص کنیم. من میذارم مثلا country مثلا search. یه چیزی هم بگم چرا من از اصطلاح country استفاده میکنم، چون قراره این autocomplete که درست کنیم در مورد کشورها باشه. یعنی ما بیایم اول اسم کشور رو بنویسیم، تمامی کشورهایی که اول اسمشون مثلا با اون کاراکتر شروع میشه و ما نمایش بده. حالا ما قرار نیست بیم تمام کشورها رو ارزم بوده شما که نمایش بدیم، چند تا کشور رو به عنوان مثال میگیریم و بین اونها میایم و سرچ رو انجام میدیم. خب این از این.
تا اینجا یک کار همیشه اوکیه، من میام فقط توی لوکال هاست و باز میخوام توی لوکال هاست به این ترتیب و پوشه اوتو کامپلیت و میبینید که اینجا کانتری سرچ رو من نمایش میده. من میام بین تگ بادی چیز میمیسم، میگم مثلا های، به این ترتیب میام آیا این های رو نمایش میده من؟ بله، مشکل نداره، این صفحه درست کار میکنه. ارزم بوده شما که من میام اینجا یک تگ فرم قرار میدم به این ترتیب و بین تگ فرم اینپوت با تایپ مساوی تکس قرار میدم. ناکنید اینجا را رفرش میکنم صفحه رو، این کادری که من اینجا قرار دادم و میام قبلش هم مثلا میمیسم country name دو نقطه، درسته؟ به این ترتیب و رفرش میکنم، این کادر سرچ من، درسته؟ این داخل قرار بیام و سرچش کنم. میام پایین این اینپوت یه تگ ul میذارم، دلیلش هم میگم که چرا ul گذاشتم. نگاه کنید شما داخل مثلا گوگل من اومدم سرچ کردم، نگاه کنید مثلا میام نوشتم اینجا مثلا دی، درسته؟ این دی که نوشتم این لیستی که برای من آورده رو نگاه کنید داخل یک میشه گفت باکسی من نمایش داد دیگه. اینجا رو این باکس رو مشاهده میکنید که دقیقا اندازه همین کادر سرچ هم هست، درسته؟ اینا رو همه داخل این نشون داده. قرار اینا رو با یک UL قرار نشون بدیم، این باکس رو یا اون جعبه که قرار نمایش داده بشه بس یه UL پایینش قرار میدم. ID این UL رو مساوی چی قرار میدم؟ میدم مساوی country dash list به این ترتیب، country dash list. ID این input همون چی قرار میدم؟ IDش رو میدم country یا کشور country. الان متوجه شدی که من چرا داخل این سند autocomplete تو خودم توی JS اینجا نگاه کنید یه دونه چی داشتم؟ country داشتم و یه دونه country list، درسته؟ به این ترتیب اگه اشتباه نکنم اینا باید بشن country list که همون ارزم بزرگون UL هست. من اتفاقا اینجا اشتباه نوشتم، اینا رو میذارم country list، درسته؟ و این رو میگم country list باشه. بله این country listه و بقیهش هم که فعلا مشکل نداریم که country، درسته؟ اینا هم که countryه و اینم country list، درست؟ خب حالا به این ترتیب ما نوشتیم، اینا country گذاشتیم و اینم country listه. حالا تو رویداد on keyup on keyup input میام و کد نویسی میکنم، میگم زمانی که on keyup رخ داد. on keyup چیه؟ on keyup برای زمانیه که ما داخل این گوش کنید داخل مثلا این کادر میایم و چیزی رو وارد میکنیم. به محض وارد کردن یک کاراکتر دستور on keyup بر رویداد on keyup فعال میشه. میگیم زمانی که on keyup شد چه اتفاقی بیفته؟ یه تابع تحت عنوان اوتو کامپلت اجرا بشه، درسته؟ اوتو کامپلیت اجرا بشه. خب این اوتو کامپلیت کجاست؟ نگاه کنید توی ارزم بود شما که همین اسکریپت داد جی اس این تا بشه، درسته؟ من اینو کپی میکنم اینجا قرار میدم، هیچ فرقی نداره. میگه به محض اینکه چیزی وارد شد داخل این کادره توسط ایجکس این اطلاعات داخل کادر ارسال بشه به کجا؟ ارسال بشه به صفحه اوتو کامپلیت داد پی اچ پی. خب پس به این ترتیب کارمون فعلا با این میشه گفت فعلا تمام شده. خب من میتونم تو اسکریپت دات جی اس چیکار کنم؟ بیام اینو بنویسم، کلا این رو کات کنم، بگم الرت کن مثلا اوکی، رفرش کنم و حالا ببینید که فعلا چون من با ایجکس کار نمی کنم بخاطر همین کاری انجام نمیده، باید با ایجکس کار کنم، درسته؟ خب فعلا میام اینجا رو اینو رفرش میکنم و عرضم بوده شما که یک نکته دیگه اینم که من راستی اصلا نیومدم و اینا رو لینک نکردم به صفحه index.html. میام اینا رو سریعا لینک میکنم، میگم link rel استایل شیت و اینا میام میگم hrefشم مساوی پوشه استایل. ارزم بوده شما که فایل styles.css
اینجا میام میگم اسکریپت، بعد میگم SRCش یا سورسش مساویه یه فایلی باشه. اینجا میگم اسکریپت به این ترتیب. اسکریپت رو حتما یادتون باشه که بعد از اینکه باز کردی اسکریپت رو ببندید حتما. به این ترتیب اسکریپت رو حتما ببندید. اولی چیکار میکنم؟ میگم jQuery.min.js، همون فایل jQuery. دومی چیکار میکنم؟ میام میگم src مساویه jQuery script به این ترتیب .js. دو تا فایل jQuery و script رو به صفحه خودم اد کردم. حالا بیام یه بار دیگه اینو من دستورش انجام بدم، رفرش کنم، کار میکنه یا نه. اوتو کامپلیت به این ترتیب autocomplete درست. خب فعلا احتمالا شاید با Ajax نیست کار نکنه. به این ترتیب من این کار انجام میدم. خب این از این. پس این فعلا اینجا کار ساختم و بچی رو. حالا میام به صفحه ارزم بازه شما که autocomplete.php باید بیام و داخلش کد نویسی کنم. بذار من مزد میدم اینو یه بار دیگه اسمشو کپی کنم و این داخل قرار بدم. به این ترتیب اینو من اومدم و ذخیره کردم. اسکریپت رو هم که ذخیره کردیم. اینجا هم گفتن که اتو کامپلیت به اسم فراخوانی بشه زمانی که آنکیاپ رخ دادش. خب حالا صفحه اتو کامپلیت دات پی اچ پی و کد نویسی که باید انجام بدیم. به این ترتیب من براتون صفحه script.js هم بغل هستم باز میکنم که براتون از روی این autocomplete.php رو توضیح بدم. خب قبل از اینکه بحث php رو بگم من باید بیام و توی php my admin خودم بیام یه دیتابیس درست کنم، چون قراره این اطلاعات کشورها رو از توی دیتابیس بخونم. میام توی لوکال هاست و میگم دیتابیس جدول به نام autocomplete درست کن. به این ترتیب کالیشنش رو هم روی حالا UTF 8 پرشن قرار میدم که از فارسی هم سپورت بکنه اگه خواستیم اطلاعات فارسی توی دیتابیس ذخیره کنیم. create رو میزنم و دیتابیس complete has been create ساخته شد. یعنی خب میام توی دیتابیس سمت چپ ساخته شده، یه نام برای جدول انتخاب میکنم، میام یه جدول میخوام به نام مثلا حالا countries. به این ترتیب معنی کشورها داره که این جدول داره دو تا ستونه، یک از ستوناش اسمش آیدیه و یک دیگه‌ش هم کانتریه یا همون نام کشوره. آیدی که این اینتیجر و این رو برچر میذارم 25 تایی طولش باشه و آیدی رو از نوع پریمری و اوتو اینکریمنت میذارم. پریمری یعنی کلید اصلی باشه و اوتو اینکریمنت یعنی یک واحد یک واحد اتوماتیک وار بهش اضافه بشه. خب سیو میکنم. قبول دارید که ما نیاز داریم که ارزم بازه شما که بیایم و چند تا کشور رو اد کنیم اضافه کنیم به این تیبل اون. insert رو میزنیم، از اینجا میتونیم تعدادش رو وارد کنیم. میگم فعلا مثلا 5 تا. تو گوگل کافیه بیاید و سرچ کنید، همه تو این کار انجام میدید. تو گوگل کافیه سرچ کنید عرضم بوده شما که countries name، درسته؟ countries name رو که سرچ کنید یه لیستی که براتون میاره تو این لینک ها، بیایید یک از اینا رو باز کنید و بیایید ارزم بازه شما که یکی از اینها رو انتخاب کنید. خب ناکنید الان لیست کشورها رو برای من آورده. من از هر معروف کلمه به این ترتیب سعی میکنم دوتاشو بگیرم، میام این داخل و میگم اینجا پیستش کن. بعدی رو میام این کار رو میکنم، خود میخوام میام میگم کشور بعدی رو هم ذخیرش کن. یکم شاید زمان بر باشه ولی خب به صرف است دیگه. میام میام میگم کشور بعدی مثلا آرژانتین باشه از حرف A. میگم حالا از حرف مثلا B یه بحرین رو میگیرم به این ترتیب و یه کشور دیگه هم مثلا میگیرم، میگم برزیل رو. یا مثلا حالا کشور مثل
برام برزیل بگیرم بهتر فکر کنم. برزیل رو هم میگیرم و در نهایت کشور عزیزمون ایران رو باید بیام پیدا کنم. اینجاست نکنه ایران، ایران رو فقط بخش آخرش رو میگیرم دیگه برای که راحتی کار. ایران و الان دو دکمه گو کلیک میکنم. الان شد 5 تا. یه دونه دیگه هم اضافه میکنم، میام میگم مثلا یه دونه میشه گفت ایرلند رو هم یا این هند رو هم بیا و اضافه کن. به این ترتیب یه هند رو هم اضافه میکنم و دکمه گو کلیک میکنم. الان اگه نگاه کنید 6 تا کشور هستن: افغانستان، آرژانتین، بحرین، برزیل، ایران و هندوستان که من داخل دیتابیس خودم دارم. شما این کلا با دستتون بازتره و وقت بیشتری دارید، میتونید چیکار کنید؟ بیاید توی میشه گفت اینترنت سرچ کنید با این مضمون، سرچ کنید که مثلا دیتابیس کل کشورها، درست؟ دیتابیس کل کشورها رو سرچ کنید، یعنی میاد دیتابیس به شما میده، درسته؟ که نام تمامی کشورها توش نوشته، فقط کافیه اون رو بیاید و ایمپورت کنید داخل میشه گفت مای اسکیل خودتون. یکم اگه سرچ کنید و وقت بذارید بهش میرسید. خب country name و اینا حالا ما چند تاشم نوشتیم. من PHP مای ادمین رو دوباره بستم، بازش میکنم به این ترتیب. بعد داخل حالا countries هم که هست، داخل میشه گفت صفحه autocomplete.php شروع میکنیم به کد نویسی. اول از همه باید چیکار کنیم؟ باید وصلشیم به دیتابیسی که داریم. من روشی که برای اتصال به دیتابیس دارم روش MySQL آیه و روشی که خیلی خوبه و از روش MySQLی که منسوخ شده بهتره، روش MySQL آیه. میام میگم دالر سرور نیم، اول متغیری که معرفی میکنم دالر سرور نیمه که میگم لوکال هاسته، درسته؟ به این ترتیب. بعدی میگم دالر یوزرنیم که ما برای ورود به پیش مای ادمین چه یوزرنیمی وارد میکنیم؟ روت. اینا رو من دیگه زیاد براتون روش مانور نمیدم. بعدی پسورده که میگم پسورده که ما داریم خالیه و هیچی نمیذاریم، درسته؟ وقتی میگم لاگین کنیم به پیش مای ادمین یه روت فقط میمیسیم و یوزر رو خالی میذاریم. دالر دی بی نیم یا اون نام دیتابیسمون چیه؟ اوتو کامپلت، درسته؟ به این ترتیب. و در آخر میام میگم دالر کیورد مساویه ارزم بود شما یادتون باشه تو بوشه اسکریپت دات جی تو فایل اسکریپت دات جی اس گفتیم ما متد پست، درسته؟ برای ما یه دونه دیتا رو بعد که اسمش کیورده، بس میشه دالر اندر پست کیورد. این دالر اندر پست کیورد چیه؟ دقیقاً همون چیزی که ما این داخل میایم و واردش میکنیم. خب ارزم بود شما که من میام اینجا کجاست؟ داخل اینجا میام میگم دالر اندرلاین پست ارزم بوده شما که کیورد. به این ترتیب پس این شدش دالر کیورد. حالا میام میگم دالر کانکشن یا دالر کان، درسته؟ میام چیکار میکنم؟ میگم نیو MySQL آی پرانتز باز. اولین چیزی که نیاز داریم نام سرور، میگم دالر سرور نیم. بعد از اینکه نوشتیم کافیه بیایم و کاما بذاریم دالر یوزر نیم. اول باید بیایم نام سرور رو وارد کنیم، بعد یوزر نیم رو وارد کنیم و بعد دالر پسورد رو. به این ترتیب پسورد و بعد از پسورد چی نیاز داریم؟ دالر دی بی نیم. به این ترتیب اومدیم اینا رو وارد کردیم. خب تا اینجای کار یک اتصال به دیتابیسمون با توسط این خط ساختیم. حالا اگه بخوام براتون کامنت نشون بنویسم میگم create connection زدیم به کجا؟ به دیتابیسمون. خب حالا میام چیکار میکنم؟ میام شرط میذارم، میگم اگه دالر کان، یعنی این اتصالی که ما داشتیم، کانکشنی که داشتیم، عرضم بوده شما که دوچار کانکشن ارور شد، کانکشن اندرسکور ارور ارور شد، چه اتفاق بیفته؟ این کار زیرو انجام بده. چیکار کن؟ یه پیغام چاپ کن دای، اینا رو دیگه خودم بود میگم بلدین دیگه، دای چی مثلا چاپ کنه؟ کانکشن مثلا فایل، یعنی مشکل توی کانکشن داریم ما.
به این ترتیب میمیسم کانکشن فایل و حالا بعد میام میگم بعد از اینکه نوشتی یه کاری انجام بده، دات میذارم میگم دالر کان، ارزم بازه شما زیرگزینه کانکت ارورش رو میگم نمایش بده. یعنی چی؟ یعنی ببینید کانکشن فایل اول درسته و این دالر کان داش علامت بزرگ در کانکت ارور، یعنی متن پیغام رو هم به من نمایش بده، متن خطا رو به من نمایش بده آقا دلیل خطا به خاطر چی بوده. ممکنه مثلا به خاطر اشتباه وارد کردن یکی از اطلاعات باشه یا اشتباه نوشتن این باشه یا هر دلیل دیگه ای داشته باشه، اصلا همچین دیتابیس اصلا وجود نداشته باشه. به این ترتیب ما اومدیم گفتیم که اگه کانکشنمون مشکل داشت به ما پیغام بده. چون اگه دارتون باشه داخل اتصال به دیتابیس توسط پی دی او، ما پی دی او اکسپشن رو گفته بودیم که میتونیم باش خطاها رو مدیریت کنیم، ولی با ماسکل آی به این راحتی میتونیم بیایم و مدیریت کنیم. حالا باید بیایم کد اسکیل بنویسم، میگم دالر اسکیوال. خوب دقت کنیم چی میخوام بنویسم. میگم سلکت کن، به این ترتیب سلکت کن چی رو؟ میگم سلکت کن کانتری رو، یعنی میگم انتخاب کن ستون کانتری رو که ما نام جدول رو توش نوشتیم. نگاه کنید منظورم از ستون کانتری این ستونی که اینجا موجوده، میبینید این ستونی که من روش هستم و با رنگ آبی نمایش داده میشه، این ستون رو میگم سلکت کن کانتری رو from، به این ترتیب from، میگم از کدوم تیبل countries به یه شرطی، شرطش چیه؟ به شرطی که عرضم بوده شما country که انتخاب کردید اون، یعنی نام اون کشوری که انتخاب کردید like، درسته دستور like رو میدین چیه دیگه، like میاد شباهتش رو پیدا میکنه like به این ترتیب. و حالا توی دو تک کوتیشن میمیسیم میگیم به شرطی که شبیه باشه. خوب دقت کنید من میام میگم دالر کیورد، درسته آخرش درصد اس میذارم. یعنی چی دالر کیورد درصد اس؟ وقتی درصد اس آخر میاد، آخر بعد دالر کیورد اومدش، یعنی اولش درسته حروفی باشه که ما وارد کردیم. دالر کیورد چی بود؟ دالر کیورد اینجا دارم پست کیورد بود دیگه، درصد میزنین آخرش برای ما مهم نیست، اولش مهمه آخرش مهم نیست. مثلا میام ارزم بود شما که مثلا بین ایران و عراق نکنین یک کیو آخرش وجود داره، این ان وجود داره درسته، اولشون یکیه درسته ولی آخرشون این کیو داره ولی آخرش ان داره درسته. ما میگیم اولش واسه ما مهم نیست، چی اولش واسه ما مهمه، همون چیزی باشه که ما باش شروع کردیم ولی آخرش برای ما مهم نیست. ما خودمون حق انتخاب داریم بین اون کشورهایی که با آی آر شروع میشن درسته، ولی اگه درصد قبل کیورد میومد یعنی اولش برای ما مهم نیست، آخرش همون چیز مثلا باشه که ما انتخاب کردیم. مثلا میگم اگه ما مثلا آو کیو انتخاب کردیم یعنی آخرش برای ما مهمه، یعنی کشورها رو انتخاب کن که آخرش با آو کیو تموم بشه، مثل عراق درسته به این ترتیب. خب این از این، پس این دستور اسکیل که من نوشتم. حالا میتونم بیام اینجا آخرش رو هم ببندم به این ترتیب اینجوری ببندم. خب پس من دستور اسکیل خودم نوشتم، حالا میام چیکار میکنم؟ میگم دالر ریزالت یه متغیره مساویه دالر کان، دالر کان رو که گفتم دیگه اون کانکشنیه که ما ساخته بودیم، دالر کان ارزم باز شما کوئریه به این ترتیب کوئریه دالر اسکیل، یه دستور بالا رو واسه ما چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. من جب بسید کامنتش رو هم بذارم execute dollar sql درسته؟ یا sql execute sql اینجا چیکار میکنه واسه من دستور شرطی که نوشتم؟ میاد و چک میکنه connection رو به این ترتیب. این check connection این هم که execute sql به این ترتیب. من اینو توضیح نمی‌میسم که بعد اگه باز به این کدا نگاه کردید براتون مشکلی پیش نیادش. تا اینجا کار که ما دستور رو اجرا کردیم، حالا شرط میذارم میگم اگه دالر ریزالت، دالر ریزالت چی بود؟ نتیجه اجرای اون کوئری SQL بود که ما این بالا نوشتیم. اگه این
داله ریزالت ما نام روزش نام ارزم بودتون که اندرسکور روزش یعنی چی نام روزش؟ ما گفتیم که بیا برای ما مثلا میگم من میام ناگهان چی میمیسم؟ میمیسم آی آر توی یک کادر ورودی خودم درسته؟ توی این کادری که اینجا دارم آی آر رو میمیسم زمانی که آی آر رو نوشتم خوب دقت کنید زمانی که آی آر رو نوشتم ممکنه که دو تا مثلا الان ناگهان توی دیتابیس من ممکنه رو بگه تو اینو میگرده میگه افغانستان که آی آر شروع نمیشه آرژانتین که آی آر شروع نمیشه بحرین شروع نمیشه برزیل شروع نمیشه ایران با آی آر شروع میشه این میشه بس یک دونه پیدا کرده درسته بعد میگه هندوستان هم که آی و ان آی و آر نیست بس یه دونه پیدا کرده نامروز ما میشه چند میشه یک اگه بیشتر از این پیدا کنه یعنی اگه مثلا عراق رو هم پیدا کنه میشه دو تا نامروز ما میشه دو تا درسته پس این نامروز نتیجه تعداد نتیجه جستجوه ولی اگه صفر باشه یعنی چی اگه مثلا نامروز من صفر باشه یعنی اون چیزی که من میخواستم رو تو اینا پیدا نکرده میگم اگه دالر ریزالت نام روزش درسته بزرگتر از صفر باشه یعنی چه چیزی رو پیدا کرده حالا میتونه یک باشه میتونه حالا دو باشه تا آخر اگه بزرگتر از صفر بود این دستورات که من دارم میگم واسه من اجرا بکن دستورات چیه شرطی که میخوام بذاریم چیه اگه حالا پیدا کرد و بزرگتر از صفر بود نام روز ما میام میگم که وای دست حلقه وایل استفاده میکنم دیگه وایل dollar rows متغیره که توش میخوام چی بریزم میگم dollar result درسته dollar result fetch ارزم با توش underscore asoc fetch asoc رو من توی الان مقدماتی میشه گفت php کلن چیزایی دارم میگم و توضیح دادم اونجا fetch asoc رو هم گفتم و گفتم کارش چیه و مثال هایی هم زدیم پس به این ترتیب نوشتم دالر روز مساوی دالر ریزالت دش علامت بزرگتر فچ اسوک یعنی چیکار میکنه میاد یک آرایه‌ای خوب دقت کنید یک آرایه‌ای از جواب‌ها گفتم مثلا فکر کن شما هم عراق پیدا کرد هم ایران رو که اولشون با آی آر شروع شده الان دالر چون نام روز من دو شد دیگه درسته یک و دو اینها رو توی آرایه قرار میده عراق و ایران یعنی توی حافظه قرار میده اینها رو بعد الان میام میگم چیکار کن میشه گفت حافظه اسمش چیه دالر روزه آرایه اسمش دالر روزه میگم اکو کن خوب دقت کنید اکو کن به این ترتیب میگم li میگم li رو میبندم پس نوشتم اکو کن یک li رو عرضم بازو شما که آن کلیکش چه اتفاقی میفته تو آن کلیکش مساویه میگم set underscore item set underscore item اتفاق میفته و میام میگم set underscore item که گذاشتم پرانتز باز و بسته میذارم میگم backslash تا tag quotation dollar str خوب دقت کنید dollar str underscore replace توضیح میدم این خط کد داره چی کار میکنه رو کامل توضیح میدم میام میگم به این ترتیب میام میگم این کار انجام بده بعد یه دونه ویرگول میذارم عرضم بوده شما که اینجا میام میگم این کار رو انجام بده به این ترتیب و یه دونه تک کوتیشن میذارم و در آخرم میام میگم کاما دالر روز عرضم بزرگتون که کانتری دیگه بیا نمایش بده نامون کشور رو به این ترتیب اینجا تک کوتیشن جاش استفاده میکنم کانتری به این ترتیب چیز دیگه هم فعلا نمیمونه فقط میام بیرون این پرانتز یه دات میذارم و اینجا میام میگم آخرش رو با ارزم شما اسلش میبندم حالا اینا که نوشتی تمام شد به این ترتیب میایید بیرون که li داره درسته بین li چی میمیسیم بین li میایم میمیسیم به این ترتیب میگم دالر روز ارزم بوده شما کانتری دیگه خلا این خط کد براتون کاملا توضیح میدم که چیکار کرده گفتیم که بیا ریپلیس کن جایگزین کن تک کوتیشن رو با اسلش
شما اگه توی آموزش میشه گفت PHP مقدماتی منو دیده باشید، گوش میدید، در مورد STR replace کاملا توضیح دادم. در مورد بحث اینجا در مورد بحث هک کردن صحبت میکنم. این موقع یه هکر یا کسی که میخواد بیاد اذیت کنه میاد تک کوتیشن میذاره و از اسکیل اینجکشن استفاده میکنه. گفتم اگه ما تک کوتیشن وارد کرد داخل اون فیلد، درسته؟ بیا چیکار کن؟ عرضم به شما جاش اسلش قرار بده و خونساش کن. این دالرز کانتری که منبع ما، یعنی اگه داخل دالرز کانتری از تک کوتیشن استفاده شده بود جاش اینو قرار بده. و اینجا گفتیم که یک ال آی قرار بده، درسته؟ ال آی قرار بده که این ال آی چی باشه؟ دالرز کانتری باشه. اون میشه گفت داخلش دالرز کانتری باشه. اینجوری که نمایش داده میشه. و گفتیم توی رویداد آن کلیکش set item فراخونی بشه. رویداد آن کلیک چه زمانیه؟ شما وقتی زمانی میری اون ال آی کلیک میکنی set item میشه. set item یک فانکشنی بودش که ما اینجا توی script.js معرفی کرده بودیم. گفتیم چیکار کن؟ sharp country.val item. یعنی میاد شما وقتی روی مثلا ایران کلیک میکنی اون مقدار ایران رو میبره داخل این کادری که مثلا شما اینجا دارید. مثلا تو اون لیستی که براتون آورده شما روی ایران کلیک میکنید اتوماتیک ایران اینجا قرار میگیره. خب این از این. تا اینجا یه کار ست آیتم. فقط نیاز داریم که بیایم اینجا و عرضم بود شما که اسکریپت به این ترتیب و اسکریپت دقیقا باید بیام و اون دوتا زمینی که انجام داده بدم رو اینجا من انجام بدم. بیام دوتا رو کپی کن به این ترتیب. یه نکته ایران که من فراموش کردم، اینجا فراموش کردم جی اس بذارم. بگم برو تو بوشه جی اس، درسته؟ و این کار واسه من انجام بده. اینجا میام همین کار رو میکنم، میگم دوتا رو کپی کن به این ترتیب، توی اوتو کامپلیت رو اینا رو قرار بده به این ترتیب. به این ترتیب الان انجام دادم این کار رو. خب همه چیز اینجا کار اوکیه، چیز خاصی فعلا نمونده. فقط باید بیام اینجا دوباره کد نویسی کنم. باید بنویسم که الان کنیم. گفتم که چیکار کن؟ اگه نامروز من بزرگتر از صفر بود این کار واسه من انجام بده، درسته؟ حالا میام میگم که در غیر این صورت چیکار کنه، چی رو برگردونه. اگه کاربر مثلا اومدش و A و R رو وارد کرد، A و R، درسته؟ ناخوان توی این لیست من مثلا A و R آرژانتین دارم، درسته؟ هیچ. اگه مثلا A و B انتخاب کرد، من A و B ندارم، افغانستان و آرژانتین، اولشون یا A و F یا A و R، A و B نیست. اون موقع باید چیکار کنم؟ میشه گفت به قول معروف چه ترفندی استفاده کنم؟ باید بهش بگم که هم چیزی پیدا نشد دیگه، درسته؟ میگم else اکو کن. عرضم بوده شما که چی اکو کنه؟ مثلا بگه که صفر result به این ترتیب. میتونید این داخل یه li رو هم اینو قرار بده به این ترتیب. li رو اینجا میبندم، تمام شد. این li صفر result یا مثلا not found یا هر چیزی که شما میخواه اینجا نمایش بده به شما. یه بار من ساب کنم به این کد نگاه کنم ببینم درسته، این که درسته، این درسته، پسورد درسته، اوتو کامپلیت هم که درست نوشتم، کیورد درسته و نیو مای اسکیل آی هم که درسته، چهار تا پراپرتی رو وارد کردم. اگه دالر کان کانکشن ارور، فکر کنم این کانکشن ارور نباشه، این فکر کنم من اشتباه نوشتم، کانکت اندرسکور ارور باشه. connect underscore error این رو هم درستش میکنم، این رو برای کوچیک میذارم. connect error، connection error نیست. این از این، درسته؟ connection file، درسته؟ select country from countries where country like keyword. آها اینجا من keyword دونه why رو هم نذاشتم، درسته؟ الان درست شد. dollar result query که گفتم SQL اجرا کن، اگه result نامروز بزرگتر از صفر بود این کار انجام بده، درسته؟ رویداد آن کلیکشن گفتم فلان کار انجام بده، درسته؟ و اگرم نبود گفتم بگو صفر ریزالت، درست. الان یه سری مشکلات هم داشت که من حل کردم، امیدوارم که بازم مشکل نداشته باشه. میام الان سرچ میکنم، ناکنی من میام اینجا و آی رو وارد میکنم. ناکنی چقدر قشنگ برای من چی رو آورد؟ برای من ایران و هندوستان رو آورد، درسته؟ رو ایران کلیک کردم چی شد؟ این کادر برای من پر شد. من ناکنی الان آی آر رو که سرچ میکنم، هیچ آی رو که سرچ میکنم علاوه بر ایران مثلا من هندوستان رو هم میارم. ناکنی ایران و هندوستان میام، مثلا میگم ب
برو که سرچ میکنم چی میشه، برای من بحرین و برزیل رو میاره. یعنی اتو کامپلت من داره چی میشه درست کار میکنه، و رو هر کدوم از اینا کلیک که میکنم برزیل، مثلا برزیل آورد، درسته؟ به این ترتیب پس کد من داره درست کار میکنه. حالا میام سراغ استایل دهی به کد هامون. میام توی حالا اوپن میکنم توی style.css رو میام میگم شارپ country dash list. به این ترتیب country dash listش رو میام و بهش استایل میدم. میگم یه ویدت داره 200 پیکسل، یه هیت داره اوتو، یعنی ما نمیدونیم هیتش چقدره، ممکنه 20 تا کشور با اون کاراکتری که ما وارد کردیم وجود داشته باشه، ممکنه هیچی هم وجود نداشته باشه. میگم بک‌گراندش بک گراند کالر به این ترتیب. میگم این رنگ مثلا خاکستری مثلا بشه. میام میگم ای به این ترتیب، و حالا یه بار رفرش میکنم. مثلا میام میگم آی رو وارد میکنم و امتحان اینو میاره درست. میام میگم اینو مثلا جای 200 میذارم 150 تا، و این رو هم میذارم مثلا CCC. آی رو وارد میکنم، باز بهتر شد. میام میگم دی میذارم جای سی. به این ترتیب میگم ایران، باز میخوام آی رو وارد میکنم، برای من ایران و هندوستان رو آورد. میتونم بیام جای این رو هم عوض کنم، بیام بگم مثلا مارجین تاپش باشه مثلا 50 پیکسل، منفی 50 پیکسل، به جای که پایین بره برعکس بالا بیادش. این الان اتفاق میفته، بله داره یه چیزایی اتفاق میفته. من میگم این رو 20 بذار، داره کم کم داشت عوض میشه. میگم این رو حالا آی که بزنم باز داره بهتر میشه جاش. میگم 10 تا مثلا باشه آی، خب خیلی بهتر شد. میگم حالا 5 تا باشه، و میگم مارجین رایت داشته باشه 20 پیکسلی. به این ترتیب رفرش میکنم، اینجا حالا آی رو وارد میکنم، مارجین لفت بخش، مارجین لفت میدم که به سمت راست بره، سمت چپ. یه بار دیگه امتحان میکنیم، بذاریم من جای 20 سی رو وارد کنم. خب الان داره درست میشه، مثل اینکه آی رو وارد میکنم، دیگه کم کم داره جاش درست میشه. میام میگم اینجا 80 قرار بگیره، 80 پیکسل. آی رو وارد میکنم، میگم 100 پیکسل باشه یا 95 تا، و اینجا دوباره آی رو وارد میکنم. خب خیلی بهتر شد، میبینی که داره درست میشه خدا رو شکر. بعد کافی یکم شما بهش استایل بدید، یکم هم میگم به سمت پایین بیاد 4 پیکسل میکنم. میام اینجا توی کانتری نیم میمیسم ایران، میبینی که اصلا داره قشنگ نمایش میده، و روش کلیکم که بکنم و من اینجا نمایش میده. میام میگم مثلا اینجا باشه 2 پیکسل، دوباره چیز وارد میکنم، درست شد. اینم از چیزی که میخواستیم درست کنیم. من اینو 98 میذارم. اینم از اون اوتو کامپلیتی که خواستیم درست کنیم. به این ترتیب میبینی که اینجا نمایش میده. آیا من بنویسم برای من توی اون لیست ها میاره. اگرم بیام مثلا توی دوباره عرضم بازو شما که اینجا بگم country، نمیدونم حالا name، country names، توی این لیست که من نمایش میده اگه چند تا کشور دیگه هم اضافه کنم، مثلا بیام بگم توی phpMyAdminم این چند تا کشور دیگه باید اضافه کنم. به این ترتیب مثلا از حرف کشور اصلا داره، مثلا میام میگم بلاروس. خب اینو کپی میکنم، الان اگه من بی که بزنم مثلا من چی میاره؟ بحرین و برزیل رو میاره. من اگه لاگین کنم و توی اوتو کامپلیت توی کانتریز بیام و اینزرت انجام بدم، بگم بیا مثلا کانتری بلاروس رو اضافه کن اولا، یا مثلا بیا استرالیا، از چه کشوری دارم؟ افغانستان و آرژانتین دارم، بگم بیا و این استرالیا رو هم اینجا وارد کن. به این ترتیب الان نکنید از افغانستان و آرژانتین بوده، درسته؟ الان یه بار دیگه ایو میزنم مثلا استرالیا رو هم میاره، و
ولی من سفر دیگه رفرش نکردم. چرا؟ چون داره با ایجکس این کار رو انجام میده. قدرت ایجکس میبینید چقدر بالاه. این از این. حالا میتونم سری دیگه کارها انجام بدم، مثلا بیام بگم برای قشنگ شدن کار خودم، بیام بگم مثلا شارپ، ارزم بزرگتون که اسمش کانتری بود دیگه، کانتری یه ویدز داشته باشه مثلا 400 پیکسل، یه هیت داشته باشه مثلا 50 پیکسل، به این ترتیب. یه همچه اتفاق میفته. خب این از این میام میگم این هم مثلا باشه چقدر؟ 400 تا. میام میگم مثلا A و من لیستش باز میشه. میام میگم این از 400 خیلی زیاده برای این، 390 تا مثلا باشه. یک بار دیگه ایو میمیسم به این ترتیب، بزرگتر شد. برم دلیلش چیه؟ میزنم 370 تا به این ترتیب، میزنم 360 تا. این میگم توی کسایی که کارهای مثلا گرافیکی انجام میدن یا طراحی انجام میدن باید خیلی حوصله داشته باشن. اینم میام دوره میذارم سر یه پیکسل به این ترتیب، میگم حالا به این ترتیب نمایش بده. حالا من استرالیا کلیک کنم چه تو گفته واسه من روی استرالیا داخل این کارت قرار گرفته. میتونم میام فونت سایزش رو هم تغییر بدم، بگم فونت سایز مثلا 17 پیکسل که بتونم متن که داخلش وارد میکنم رو یکم بزرگتر باشه. ناکن به طور پیشفرزم بس من صفر ریزالت نمایش میده، اگه چیزی که سرچ کنم رو نداشته باشه من صفر ریزالت نمایش میده به این تحت. حالا بیام نگاه کنم به کودهای خودم توی script.js. نگاه کنید من الان داخل لیست ایو میمیسم فقط از افغانستان، آرژانتین و استرالیا اونه که با ای شروع میشه رو میاره. ولی زمانی که من بک اسپیس رو میزنم و خالی میشه کل اینا رو من نمایش میده، درسته؟ کل این لیست رو من نمایش میده. شاید دلیلش با خاطر این باشه که من اینجا نوشتم keyword.length بزرگتر مساوی minlet، درسته؟ یعنی اگه صفر هم بود نمایش میده. من بزرگتر فقط میذارم و حالا یه بار رفرش میکنم سفر رو به این ترتیب. حالا مثلا میام میگم افغانستان و حالا پاک میکنم به طور کامل. زمانی که به طور کامل پاک کردم، درسته، چه اتفاقی میفته؟ دیگه اون لیست نمایش داده نمیشه. مشکل کار ما از کجا بود؟ مشکل کار ما از اینجا بودش که ما اومدیم اینجا و بزرگتر مساوی قرار داده بودیم. یعنی اگه اون متنی که وارد میکردیم صفر هم بود طولش، یعنی اگه هیچم وارد نمیکردیم، باز این دستورات واسه ما عملا چی میشد؟ اجرا میشد. حالا مثلا میتونیم برای زیباتر شدن کار چیکار کنیم؟ بیایم بگیم توی استایل، توی style.css بگیم UL LI هایی که داره بک‌گراندش، بک‌گراند کالرش مثلا رنگ رد داشته باشه. این هم چه اتفاق میفته؟ یا تغییر خاصی انجام میشه؟ بله، میبینید که اینا با همه عرضم بازشون با رنگ قرمز هستن. من میام میگم مثلا رنگش هم قرمز قرمز هم نه باشه، حالا مثلا قرمز باشه و کالرش به رنگ مثلا سفید باشه به این ترتیب. اینم چه اتفاقی میفته اینجا الان؟ ایو که وارد کنیم این الان چی شدن؟ به رنگ قرمزم. بعد عرضم بازه شما که میتونم بیام میگم مثلا خود کل UL منم مثلا به رنگ خاصی مثلا باشه. میگم مثلا UL من لیست استایل داش استایل نداشته باشه، نان باشه لیست استایلش، یعنی اون دایره های توپوری که این سمت چپ میبینین رو نداشته باشه. پاک میکنم یه بار و میگم حالا یه بار رفرش کنم، میمیسم و میبینی که اینجا به من داره لیست رو نمایش میده، درسته؟ به این ترتیب میتونم بیام مثلا یه کاری کنم، بگم خود UL رنگ کلش قرمز باشه. زمانی که رنگ کلش قرمز مثلا باشه، باز میخوام بک‌گراند کالرش، من چون اینجا نوشتم یه بار UL رو اینجا قبول نمیکنه، پاکش میکنم و میگم این کلا UL من رنگ قرمز داشته باشه. میام میگم افغانستان مثلا بنویسم
یه بار رفرش کنم. دلیل اینکه این رنگش رو نشون بده چیه دلیلش ببینم. من قبلا گفتم country list. آها عذر میخوام، من قبلا گفته بودم که این چه رنگ هایی داشته باشه، دلیلش مشخص. به این ترتیب الان باید درست شده باشه فکر کنم. الان میبینی که دیگه مشکلش حل شده. حتی میتونم بیام بگم فونت سایز هایی که داره 16 پیکسلی باشه. نکنی الان چیزی که وارد میکنم اینه یکم درشتر شدن. و میتونم بیام بگم مثلا میتونم بگم فونت اگه شما نکنم ویتش مثلا بولد باشه، زخامتش مثلا کلوفت باشه، درسته؟ الان کنیم همه زخامتشون بیشتر. میتونم بگم فونت فامیلیش مثلا تاهما باشه، یعنی یه فونت فامیلی خیلی معمولی داشته باشه. مثلا میام میگم این رفرشش کنم، یه سه جز ریزکاری ها داره دیگه. حالا افغانستان، آرژانتین و استرالیا به این ترتیب، میبینی که اینجا انتخاب شدن. چقدر اتوکامپلت به ما کمک میکنه توی انجام کارهایی که داریم. حالا نگاه کنیم اگه بیام و اینجا یه دونه کشور رو فارسی درج کنم، مثلا بیام بگم ایران و اینجا بیام بگم مثلا کدوم کشور، مثلا اتریش، یه کشور که دل بخواه دیگه، دوباره کلیک میکنم ایران و اتریش، الان نگاه به فارسی اینجا اضافه شده. من اگه بیام اینجا و بنویسم ایران، بس چی کنم، رفرش کنم، چرا پیدا نمی کنه ایران رو؟ میگه الان صفر مورد اتریش. به این ترتیب صفر ریزالت. جالبه. خب احتمالا بخواه داریم باشه که از UTF 8 شاید این پیج من UTF 8 رو ساپورت نمی کنه، یا آها زمانی که دارم درج میکنم UTF 8 رو ساپورت نمی کنه، یا زمانی دارم سلکت میکنم UTF 8 رو ساپورت نکرد. یک کد نگاه بندازیم توی اوتو کامپلت. اینجا که اومده بودیم کوئری اجرا کن، قبلش مثلا میتونم بیام بگم ناکن من دوتا کد دارم توی نوت پد براتون میریزم. این دوتا کد ها set name UTF 8 و set charset UTF 8، درسته؟ این دوتا میام میگم اینجا مثلا قبل از این کوئری اجرا بشه همین کپی میکنم اینجا میگم کوئری چه اجرا کن، میگم دالر اسکیل دو رو، یا نه اصلا میام میگم مستقیما همینجا مثلا من اجرا کن. چی بود کد اولی؟ همینو میگم set character set UTF 8. خدا کنه که الان مشکل حل شده باشه، وگرنه دیگه مشکل جای دیگه است. بله الان درست شد. میبینی که ایران و اتریش رو هم داره به ما نمایش میده، جز اون کشورهایی که اونجا وجود داشتن الان اتریش نمایش میده. مشکل ما از کجا بود؟ مشکل ما از اینجا بود که ما اومده بودیم و UTF 8 رو ست نکرده بودیم که از کاراکترهای فارسی هم ساپورت بکنه. مشکل اصلی ما همین بود. واسه توی PHP هیچ وقت ناامید نشیم. مثلا الان دیدیم من اول که این رو نداشتم به این ترتیب، ناکنی الان هنوزم به مشکل میخورم، هنوز اتریش میزنم به صفر ریزالت میخورم، درسته؟ میتونستم بگم خب بیخیال فقط انگلیسی وارد دیتابیسم میکنم، ولی ممکنه به شما پروژه‌ای بخوره که تمام اطلاعات باید فارسی ذخیره بشه، اون وقت به مشکل میخورید. پس میتونید با یک کد یک خطی بیاید و مشکلتون رو برطرف کنید. اینم از رفرش کنم و حالا اتریش رو میمیسم و قبول میکنم. دقیقا گوگل هم اینطوریه. دقیقا مثلا گوگل به این ترتیبه که مثلا شما میاد اینزرت میکنید، مثال من میمیسم مثلا دانلود موزیک جدید، خب یک مثلا میستم دانلود فیلم آموزشی، بعد دکمه گو کلیک میکنم. من مثلا فکر کنید الان یک محیط جستجوگر گوگل فکر کنید باشه، درسته؟ فکر کنید محیط جستجوگر گوگل. زمانی که شما میمیسید دانلود، میکنید خودش با شما چی رو آورد؟ دانلود موزیک جدید رو. و
حالا چرا که دیگر نیاورد دانلود ما، من دانلود رو مثل اینکه اینجا کامل نوشته بودم، باز میخوام من دیو درست میکنم. الان درست شد نکنی، میام میگم دانلود خودش به طور پیشنهادی مثلا دانلود موزیک جدید و دانلود فیلم آموزشی رو آورده، من باید بین اینا یکی رو انتخاب کنم. درست، حالا من یه کار دیگه میتونم انجام بدم. توی صفحه موتور کامپلت بیام و بگم که اینجا که نوشتی یه بی آر هم بزن، بعضی که نام کشور نوشتی یه بی آر بزن، بیام چه اتفاق میفته اینجا. به این ترتیب یه رفرش هم بکنم. خب به مشکل میخوریم اینجا، این بی آره اذیت میکنه. خب به این ترتیب من بیام این بیرونش یا همینجا بگم یه بی آر بزن دیگه، الان کار میکنه. خب نه میسی که هنوز ارور داریم. خب ولی شما بی خیال این بی آره میشم. بیرون باید قبلا این کار صورت میگرفت، من اینجا یه بی آر میذارم قبل از اینکه الهایو ببندم. الان کم درست شده باشه، یه بی آر دیگه هم میزنم. تأثیر داره این بی آر هایی که میذارم. بله این بی آر ها تأثیر هم داره. میگم مثلا این کار انجام بده، من میمیسم مثلا دانلود ما کنید، دانلود موزیک جدید و دانلود فیلم آموزشی رو آورد. شما میتونید چیکار کنید؟ بیاید مثلا به اینها مثل گوگل رتبه بدید. اگه مثلا چند بار این سرچ شد مثلا رتبه این از پایینش بیشتر باشه و تو سرچ و سلکتی که داره انجام میدید بگید سلکت کن به شرطی که شبیه این باشه و مثلا بیشترین میشه گفت ارزم باشه شما بازدید رو داشته باشه، بیشترین لایک رو داشته باشه. اینا رو میتونید خودتون اینا رو دخالت بدید داخل آموزشتون. خب من دیگه زیاد وقت شما رو نمیگیرم، شما خودتون بیایید و این اتو کامپلیتی که خودتون میدونید طراحی کنید قشنگ. حالا در مورد هر چیزی میتونه باشه، کشور باشه، نمیدونم همین سرچی که الان من انجام دادم باشه یا هر چیز دیگه‌ای میتونه باشه، یا اسم نام نام خانوادگی باشه، نام شهر باشه، هر چیز دیگه انجام بدید و به ایمیل بنده به آدرس من وقت اینجا بمیسم mre106@yahoo.com بفرستید. حتما دانلود میکنم و پروژتون رو میبینم و در مورد پروژتون نظر میدم و نقاط ضعف و قوتتون رو بهتون میگم. ولی اگه سوالی در مورد آموزش اوتو کامپلت داشتید میتونید هم به ایمیل بنده هم به سایت لرن فایلز، درسته؟ به این ترتیب هم به سایت ashkaran.ir بیایید و اونتون بخش سوالات رو عنوان کنید و در اکثر میشه گفت اسرع وقت جواب بگیرید. حالا کم بد تلفظ کردم، امیدوارم که پیروز و موفق باشید. تا آموزش بعدی و جلسه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.